باعث بسی خوشحالیه که ظاهراً مردم این بار یک حرکت سراسری و فراگیر رو خودشون دارن رهبری میکنن و این همون عدم شرکت در انتخابات و رأی به کاندیداهای دستچین شده است. این واقعاً نوید فصل نوینیه در حرکت‌های مردمی که بسیار هم هوشیارانه و آگاهانه است. من امیدوارم که این نهضت پرشوری که راه افتاده نوید بخش قدم‌های محکم‌تر و جدی‌تر بعدی باشه. اما در مورد مناظره با درس کنم که خب مناظره یه پدیده جدیدیه در ایران نسبت به تاریخ نظام و ظاهراً نسخه برداری شده هست از اینجا، منتها بسیار ناقص و پسیف، چرا که آقایون نشسته دارن مناظرهاشون رو برگزار میکنن و انگار که قرار 4 سال بعدی رو هم همینطوری زمام امور رو نشسته اداره کنن، در صورت که اگر به کاندیداهای نزدیک به 80 ساله اینجا نگاه کنید ببینید که 3 ساعت تمام ایستاده به سوالهای مسلسلوار همه پاسخ میدن و حداقل تو مناظرها نشون میدن که عملگرا هستن و میخوان کاری رو صورت بدن. از اون گذشته شبکه های معتبر خبری مثل NBC, ABC, CNN و غیره برای کاندیداها اینجا مناظره های میان مردمی برگزار میکنن و اونها رو میون مردم میبرن و کاندیداها مستقیم با مردم مناظره میکنن و سوال هم اونها رو پاسخ میدن. آقایون بهتره از این نمونه هم بیان نسخه بردارن که بلکه برن میان مردم و با اونها مستقیم مناظره کنن و درد مردم رو از نزدیک متوجهش میشن. و اما در مورد کاندیداها باید عرض کنم که خب یکی دوتاشون حرفای قشنگی رو قرائت میکنن، مثل نبود حضور زنان میان کاندیداها، رفع محرومیت، فقر زدایی، مبارزه با فساد اقتصادی، فراهم کردن آزادی های مدنی و اجتماعی و از این قبیل صحبت ها، که در صورت که خب همه ما میدونیم که مسببین اصلی وقوع این فجایع همین آقایون هستند و این دوگانگی در حرفا و اعمالشون گویا که فقط هر 4 سال برای تبلیغات انتخاباتیشونه که به طور فاحش بیرون میزنه. اما در مورد هنرمندها باید عرض کنم که خب میدونیم که بسیاری از آثار هنری تولیداتشون تحت پوشش و نظارت سازمانها و ارگانهای دولتیه و از طریق اونا حمایت میشن و اگر هنرمندان نخوان همگام و همسو با سیاست های تبلیغات نظام باشن عملا کنار گذاشته میشن. منتها من نظرم اینه که در یک جایی، در یک برهه حساسی مثل الان، در یک زمان حساس، هنرمند واقعی و مسئول باید رسالتش رو نسبت به مردمش نشون بده و نه فقط چهرش رو روی پرده و صفحه‌های تلویزیون و اینها، چرا که تولیدات هنری میان و بعد یه مدت کوتاهی میرن و در آرشیف ها خاک میخورن، اما رسالت یک هنرمند واقعی همیشه در اذهان باقی میمونه. و اما در انتها توصیه من به همیهنان عزیزم اینه که حالا که شما به این جنبندی کلی رسیدید که آرایتون واقعاً کار عمده‌ای رو صورت نمیده و پیش نمیبره، حداقل این بار برای یک بار هم که شده بیایید و یک گزینه دیگری رو انتخاب کنید. حتی اگه شده این بار به طور آزمایشی این گزینه رو انتخاب کنید و کنار بایستید و اجازه ندید که از حضور شما در کنار صندوق‌های رأی به نفع مشروعیت خودشون اینها استفاده کنن. با امید به پیروزی و موفقیت تک تک همیانانم.